Hello, my name is Joseph. Hi, my name is Birgit Zaman. My name is Malwal Garam. My name is Edmond Toma. I'm Dawit Arshak. My name is Kababa. My name is Maha. Hi, my name is Aban Yor. I'm originally from Iraq. Burma, Myanmar. I'm originally from Southern Sudan. I am from north of Iraq, Kurdish. I'm originally from Sierra Leone. I am from Southern Sudan. I'm originally from Iraq, from the city of Baghdad. I'm from Ethiopia. I lived in New Zealand for the last 15 years. I've been living in New Zealand for the last 17 years. For 19 years? For 7 years. For 16 years. 7 years. 10 years ago. 6 years and 5 months. خوش آمدید. انتقال به یک کشور دیگر یک اقدام بزرگ است. ما به شما و فامیلتان کمک میکنیم تا در نیوزیلند به خوبی مستقر شوید. این ویدیو معلومات عملی دارد تا بدانید با اولین بار ورود به کشور چه توقعات خواهید داشت. عادی شدن به طرز زندگی در اینجا مدت زمان را خواهد گرفت و با مشکلات توأم خواهد بود. بنابراین صبور باشید چون مستقر شدن شما به شکل درست مدتی را در بر میگیرد. نیوزیلند یک کشور نوادوست است که سابقه طولانی در پذیرش مهاجرین دارد. دولت از شما تا زمان مستقر شدنتان در کشور جدید حمایت و کمک خواهد کرد. نیوزیلند یک کشور کوچک واقع در جنوب بحرالکاهل است. نزدیکترین همسایه آن استرالیا و دولت‌های جزایر اقیانوسیه هستند. در نیوزیلند دو جزیره اصلی شمالی و جنوبی وجود دارد. مردم نیوزیلند کیوی نامیده می‌شوند و به سبک راحت زندگی و عادت به آن در بین مردم جهان شهرت دارد. اولین مردمان نیوزیلند موری هاند که بیش از 1000 سال در اینجا زندگی دارند. استقرار اروپایی ها در اینجا از حدود سال 1840 آغاز شد. معاهده وایتنگی سند اساسی نیوزیلند است. در این معاهده بریتانیا و قبیله موری توافق کردند تا با همدیگر کشور را اعمار و اداره کنند. در نیوزیلند بیش از 4 میلیون نفوس زندگی دارند. در حدود 3 میلیون آن در جزیره شمالی زندگی می کنند. آکلند بزرگترین شهر نیوزیلند است. این کشور متنوع نژاد است و امروزه مردم بیشتر از 145 کشور جهان نیوزیلند را کشور خود می دانند. در نیوزیلند 3 لسان رسمی وجود دارد. انگلیسی، موری و لسان اشاره. انگلیسی لسان اصلی کشور است. توانایی به خواندن، تکلم و نوشتن به انگلیسی زندگی و کار را در نیوزیلند آسان تر می سازد. درباره آموزش لسان انگلیسی بعداً صحبت خواهیم کرد. نیوزیلند یک کشور جزیره‌ای و محاط به بحر است. بنابراین هوای آن نه بسیار گرم و نه بسیار سرد می باشد. اقلیم کشور از آب و هوای بالای استوایی در منتهی الیه شمالی کشور تا آب و هوای سرد تا منتهی الیه جنوبی کشور متغیر است. چون نیوزیلند در نیمه کره جنوبی موقعیت دارد، فصلهای آن با کشورهای شمال خط استوا کاملا برعکس می باشد. نیوزیلند یک کشور دموکراتیک است. انتخابات مردمی برای انتخاب دولت که تحت رهبری صدر اعظم قرار دارد، هر 3 سال یک بار برگزار می شود. حکومت در ولینگتن که پایتخت نیوزیلند می باشد، مستقر است. تمام اتباع و باشندگان نیوزیلند که سن آنها 18 و بالاتر است، تشویق می شوند تا رأی بدهند. جامعه نیوزیلند یک جامعه باز و پذیرا است. قوانین مشخص به خاطر حفظ صحت و مسئولیت اهالی نیوزیلند وجود دارد و با جدیت تطبیق می شود. برای اشخاص تازه وارد مهم است تا از قانون آگاه شده و به قانون ارج بگذارند. سرقت یا صدمه رساندن به دارایی های شما توسط دیگران یک عمل غیرقانونی است. صدمه رساندن عملی به شما یا اعضای خانوادهتان توسط دیگران یک کار غیرقانونی می باشد. اگر می خواهید که یک مورد جرم را به پلیس اطلاع دهید و یا به امبولانس و یا اطفایه زنگ بزنید، به شماره 111 تماس بگیرید. Ha ha ha.
نیوزیلند در ترویج برابری حقوق زنان دارای سابقه طولانی است. نیوزیلند اولین کشوری بود که به زنان حق رأی داد و زنان در آن صدر اعظم بودند. با زنان برخورد مساویانه شده و مانند مردان به تحصیلات، مراقبت‌های صحیح، استخدام و جاهای عام دسترسی دارند. زنان مناصب مهمی را در تمام بخش‌های جامعه به شمول حکومت، قوای قضاییه و تجارت در اختیار دارند. هر شخص در نیوزیلند از حق آزادی بیان، مذهب و عقاید سیاسی برخوردار می باشد. تبعیض قائل شدن به خاطر سن، نژاد، جنسیت، معلولیت یا مذهب یک کار غیرقانونی است. مردم باید به یکدیگر احترام بگذارند و از حقوق یکدیگر محافظت کنند. اطفال باید تا سن 14 سالگی همیشه تحت نظارت باشند. شما نباید اطفال زیر سن 14 سال را در منزل تنها بگذارید. سیلی زدن و لاتکوب اطفال غیر قانونی است. والدین باید بدون خشونت اطفال را تربیت کنند. ادارات وجود دارند که در قسمت وظایف والدینی به شما کمک کنند. نیوزیلند روابط سالم و حمایتی را تشویق می کند. ارتکاب هر نوع خشونت علیه خانواده شما جرم محسوب می شود. خشونت خانواده صرف تجاوز فیزیکی نبوده، بلکه شامل سوء استفاده جنسی، روانی، عاطفی و تجاوز لفظی نیز می باشد. عمل جنسی اجباری در ازدواج همچنان غیر قانونی است. پلیس نیوزیلند هیچ نوع خشونت خانوادگی را تحمل نمی کند. شما می توانید موارد خشونت خانوادگی را حتی بعد از وقوع آن به پلیس یا به اداره دولتی به نام طفل، جوان و خانواده گزارش دهید. اگر شما و خانواده ایتان در معرض خطر قرار دارید، به شماره 111 زنگ بزنید. در نیوزیلند ختنه زن، دختر یا نوزاد اناس، برداشتن یا بریدن هر بخشی از ناحیه تناسلی زنان، کوک زدن ناحیه تناسلی زن یا بریدن هر بخشی از کلتوریس غیر قانونی است. روان کردن یا گرفتن ترتیبات برای روان کردن یک طفل به خارج از نیوزیلند برای انجام عملیات‌های فوق نیز غیر قانونی است. شما می توانید برای معلومات بیشتر با برنامه تعلیمی FGM تماس بگیرید یا اگر بعد از ورود به نیوزیلند به کمک در این قسمت ضرورت دارید با یک متخصص صحی یا پلیس در این مورد صحبت کنید. سن قانونی برای ازدواج 16 سالگی است. اگر شما بین سن 16 و 19 هستید، برای ازدواج با اجازه والدین ضرورت دارید. قانون کشور ازدواج با همجنس را مجاز می داند. برای تمام انواع ازدواج ها، هر دو طرف باید توافق داشته باشند. ازدواج های اجباری، ازدواج اطفال و ازدواج با بیش از یک شخص غیر قانونی است. مامورین پلیس نیوزیلند جزء مورد اعتماد و احترام جامعه هستند. وظیفه آنها انفاذ قانون و تحقیق جرایم است. شما در هر زمان به پلیس مراجعه، صحبت و از آنها کمک خواسته می توانید. نیوزیلند یکی از مسئولترین کشورهای جهان است. رشوه دادن به پلیس، قاضی یا مامور دولت در نیوزیلند غیر قانونی است. یک 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 شماره تلفن عاجل پلیس، اطفایه و امبولانس در سراسر نیوزیلند است. از شما در مورد موقعیت دقیقتان پرسیده خواهد شد. مثلا آدرس خانه‌ای که در آن به سر می‌برید را بگویید یا به سرک رفته و برای آگاهی از نام جاده به لوحه جاده نگاه کنید و یا این که به گفتن کلمه آدرس از کسی بخواهید تا آدرس را به شما بگوید. بعد از آن که درخواست شما برای مستقر شدن پذیرفته شد، IOM با شما تماس خواهد گرفت تا در قسمت سفر به نیوزیلند به شما کمک کند. شما باید چند آزمایش طبی را انجام دهید تا اطمینان حاصل شود که برای سفر با طیاره آماده هستید. IOM به شما کمک خواهد کرد تا به میدان هوایی بروید و آمادگی ورود به طیاره را بگیرید. دولت نیوزیلند مصارف سفر شما را پرداخته و پول این مصارف را از شما دوباره نمیگیرد. پرواز مدت زیادی را در بر خواهد گرفت و ممکن است در یک یا چند میدان هوایی توقف نمایید. خطوط هوایی کارکنانی دارند که در جریان پرواز به شما کمک می کنند. برای شما غذا، نوشیدنی و کمپل می دهند. شما ضرورت ندارید که چیزی برای خوردن با خود به طیاره ببرید. حمل بار توسط خطوط هوایی محدودیت هایی دارد. بنابراین با دقت فکر کنید که چه چیزهایی را می خواهید با خود بیاورید. مانند عکس یا وسایل عنعنوی و فرهنگی که برای شما خاص است.
نیوزیلند در قسمت اشیایی که می توانید با خود به کشور بیاورید قوانین جدی دارد. آوردن اقلامی که حامل آفت و یا بیماری باشد مجاز نیست. این اقلام به محیط زیست و اقتصاد صدمه می رسانند. اقلام مانند غذا، گوشت، ماهی و پرنده، نباتات یا تخم نباتات، ادویه سنتی یا یونانی را به همراه نداشته باشید. در زمان ورود، بکس های شما تلاشی می شود تا موجودیت این اقلام در آنها بررسی شود. هر چیز ساخته شده از چوب، نی، پر یا پوست حیوان، خز یا استخوان باید بررسی شود تا دیده شود که آیا برای ورود به کشور مسئول است یا خیر. وقتی که وارد میدان هوایی بین المللی آکلند می شوید، کارمندان اداره مهاجرت با شما ملاقات خواهند کرد. ترجمان در میدان هوایی شما را راهنمایی خواهد کرد. شما باید گمرک، بررسی بار و مراحل رسمی مهاجرت را بگذرانید. شما باید اسناد سفر خود را نشان دهید. بکس های شما تلاشی می شود تا اطمینان حاصل شود که اقلام ممنوعه به شمول مواد مخدر، اسلحه، غذا یا محصولات گیاهی را با خود به نیوزیلند نیاورده اید. آنگاه به بس راهنمایی شده و به مرکز استقرار پناهندگان به منگری برده می شوید. قبل از آن که شما به خانه خودتان در اجتماعی که در آن مستقر می شوید منتقل شوید، مدت 6 هفته را در مرکز استقرار پناهندگان منگری سپری می کنید. در این مدت به شما و خانوادهتان محل بود و باش، غذا و لباسهای بیشتر که اگر به آن ضرورت دارید داده خواهد شد. برنامه پذیرش 6 هفته شامل موارد ذیل است: یک معاینه صحی و بررسی فوری دندانها، خدمات مشاوره، طرح یک پلان مستقر شده برای شما و خانوادهتان، آمادگی برای استخدام به کار، صنف‌های لسان انگلیسی، افتتاح یک حساب بانکی، مکتب برای اطفال بزرگتر و تعلیمات ابتدایی برای اطفال زیر سن 5 سال. ترجمان‌ها به شما کمک می‌کنند تا این معلومات مهم را بفهمید. هر مشکل صحی که داشته باشید به حق اقامت شما در نیوزیلند تأثیر نخواهد داشت. در مرکز پناهندگی اشخاص خواهند بود که از ملیت‌های مختلف هستند. شما باید به عقاید مذهبی و فرهنگی یکدیگر احترام بگذارید. در مدتی که در مرکز استقرار پناهندگان منگری هستید، در قسمت استقرارتان در جامعه که در آن زندگی خواهید کرد، کمک خواهید شد. به شما کمک خواهد شد تا به خدمات اساسی دست یافته تا بتوانید در اجتماع مستقر شوید. پیدا کردن کار یکی از اولین اهداف شما بعد از ورود به نیوزیلند خواهد بود. مهم است تا لسان انگلیسی را یاد بگیرید و همچنان مهم است تا اولین پیشنهاد کاری مناسب را بعد از ورود به نیوزیلند قبول کنید. بودن در محل کار فرصت عالی برای تمرین صحبت به لسان انگلیسی است. هر چه زودتر شروع به کار کنید، زودتر می توانید مخارج زندگی خود را پرداخت کنید. بسیاری از خانواده ها دریافتند تا جهت خودکفایی مخارج خانه، هر دو زن و شوهر باید کار کنند. حتی از زنانی که به تنهایی سرپرستی اطفال را به عهده دارند، توقع می رود تا در جریانی که اطفالشان در مکتبند، وظیفه پیدا کنند. دولت به خانواده های کم درآمد که کار میکنند و سرپرستی خانواده خود را نیز به عهده دارند، مساعدت مالی اضافی ارائه میکند و در تامین مصارف مراقبت کودکان نیز کمک میکند. زنان و مردان در نیوزیلند معمولاً تا سن 65 سالگی کار میکنند. در مناطق مختلف نیوزیلند فرصت‌های کاری مختلف در دسترس قرار دارد. در بعض مناطق کارهای در بخش زراعت، باغبانی، ماهیگیری. در شهرها کارهایی است در فابریکه ها، صنایع خدماتی مثل مهمانداری و پاککاری، شفاخانه ها، بخش های ساختمانی، دولتی. وقتی که به نیوزیلند داخل شدید، درباره انواع کارهای قابل دسترس در محل اقامتتان معلومات بیشتری حاصل خواهید کرد. به خاطر وضعیت اقتصادی فعلی، پیدا کردن کار ممکن است وقت بیشتری را بگیرد. همچنین پیدا کردن کارهای دائمی و همیشگی ممکن است مشکل تر باشد. مهم است که شما به انجام هر نوع کار آماده باشید و همیشه برخورد مثبت در این مورد داشته باشید. به شما کمک خواهد شد تا برای کار کردن آماده شوید. این کمک در جریان برنامه پذیرش آغاز خواهد شد و شما در مورد کارهای موجوده و آماده ساختن معلومات در مورد سابقه کاری، مهارت‌ها و تحصیلاتتان به کارفرما بیشتر خواهید آموخت. به شما کمک می شود تا برای ارزیابی اسناد تحصیلی که در خارج از نیوزیلند کسب کرده اید درخواست دهید تا در صورت امکان تصدیق شده و در صورت ضرورت فراگیری دوباره آن مهیا شود. وقتی داخل کشور شدید، دولت برای شما کار نمی دهد، اما یک اداره دولتی به نام کار و عایدات
به مردم کمک میکند تا کار بیابند. آنها همچنین در مدتی که در جستجوی کار هستید، یک مقدار کمک مالی برای شما و خانواده‌تان ارائه میکنند. در مدتی که در مرکز استقرار پناهندگان منگری هستید، یک مدیر بررسی از اداره کار و عایدات درباره کمک‌هایی که دریافت خواهید کرد به شما معلومات بیشتر می‌دهد. اگر به انگلیسی صحبت نمی‌توانید، ممکن است تا مدتی که انگلیسی را خوبتر یاد می‌گیرید و برای کار آماده می‌شوید، کمک‌های مالی دریافت کنید. شما باید در مدتی که در جستجوی کار هستید، تماس خود را با اداره کار و عایدات حفظ نمایید. اگر تغییرات در وضعیت شما و یا خانواده ایتان به میان می آید، به آنان اطلاع دهید، مانند رفتن به یک خانه جدید و یا پیدا نمودن کار جدید. اولین کار شما در نیوزیلند احتمالاً همان مسلک یا همان ساحه کاری نخواهد بود که شما در کشورتان و یا در کمپ پناهندگان می کردید. اولین کار شما ممکن است یک کار غیر مسلکی و کارهای ابتدایی باشد و حتی ممکن است موقت یا وقفه‌ای باشد. در نهایت بعد از آن که سابقه کاری در نیوزیلند حاصل کردید، به لسان انگلیسی تسلط پیدا کردید و دوره‌های آموزشی را در نیوزیلند گذشتاندید و یا تصدیق‌نامه‌ای دریافت کردید، ممکن است یک کار در ساحه مسلکی خود دریافت کنید. تا آن زمان استخدام به کارهای ابتدایی بهترین راه برای آگاهی از شرایط کار در نیوزیلند و کسب تجربه برای کارهای آینده در نیوزیلند خواهد بود. محیط کاری در نیوزیلند بسیار منظم‌تر از محیط‌هایی است که قبلاً در آنها کار کرده اید. اگر به فکر تأسیس یک تجارت شخصی بعد از ورود به نیوزیلند هستید، مقررات زیادی را در این رابطه باید بیاموزید. به طور مثال برای شروع تجارت فروش مواد غذایی باید یک تصدیق‌نامه ثبت شده داشته باشید و بتوانید ثابت کنید که کار خود را مطابق با مقررات صحی غذایی انجام می‌دهید. بعضی از تخصیص‌ها و قرضه‌های کوچک از سوی دولت برای تأسیس تجارت‌های کوچک در نیوزیلند عطا می‌شود. با این هم برای دریافت این کمک‌های مالی شما باید حداقل برآورد از سطح عاید و مخارج متوقعتان در طی 12 ماه اول تأسیس کسب و کارتان ارائه کنید. همچنین شما باید ثابت کنید که با مقررات مالیاتی و قانونی آشنایی دارید. مثلا مالکین کسب و کار باید مالیات اجناس و خدمات GST با نرخ 15% قیمت جنس را که می‌فروشند از خریداران دریافت کنند و این مبلغ را در فاصله‌های زمانی منظم به دولت بازپرداخت کنند. شما بعد از ورود به نیوزیلند خواهید توانست که معلومات بیشتری در این رابطه حاصل کنید. یک شماره IRD عبارت از یک شماره منحصر به فرد است که از سوی یک اداره دولتی تحت نام عاید داخلی برای شما صادر می شود. شما این شماره را در وقت ورود به نیوزیلند در جریان برنامه پذیرش دریافت خواهید کرد. اگر شما یا خانواده ایتان عاید دارید، باید یک شماره IRD داشته باشید و مالیات بپردازید. مالیاتی که پرداخت میکنید در قسمت تأمین خدمات عامه مانند شفاخانه ها، مکاتب، سیستم های ترانسپورت عامه و جاده ها کمک میکند. وقتی که شما کار میکنید، قبل از آن که معاش به شما پرداخت شود، مبلغ مالیات از معاش شما کسر میشود. در نیوزیلند شما باید پول خود را مدیریت کنید که این ممکن است کار سخت باشد. شما باید یک صورت مخارج برای کرایه، غذا، بلها، لباس، ترانسپورت، مخارج طبی و مخارج دیگر ترتیب بدهید. ادارات هستند که می توانند در قسمت ترتیب صورت مخارج به شما مشوره رایگان بدهند. شما بعد از ورود معلومات بیشتری در این رابطه حاصل خواهید کرد. کوشش کنید که بدون قرض گرفتن با پولی که دریافت می کنید زندگی خود را عیار سازید، چون قرض گرفتن می تواند شما را قرضدار بسازد. منازل نیوزیلند ممکن است بسیار متفاوت از منازل باشد که قبلا در آنها زندگی می کردید. مخارج مسکن ممکن است بسیار گران بوده و پیدا کردن آن مشکل باشد. بنابراین شما باید درباره جایی که زندگی می کنید زیاد سختگیر نباشید. دو نوع اساسی مسکن وجود دارد: خانه هایی که از سوی مالکین شخصی یا صاحب خانه ها کرایه داده می شود و خانه های دولتی که از سوی شرکت مسکن یا هاوزینگ نیوزیلند تدارک می شود. هاوزینگ نیوزیلند به کسانی که بیشترین احتیاج به خانه دارند در زمان ضرورت آنها فراهم می سازد.
این خوبترین طریقه است. در مدتی که شما در مرکز استقرار پناهندگان منگری هستید، برای شما در شهری که گروه های هم‌ملیت شما زندگی می کنند، خانه داده خواهد شد که این مربوط به شرایط و حالات زندگی شما و موجودیت منازل می باشد. این خانه ممکن است یک منزل شخصی برای کرایه یا یک منزل شرکت مسکن و یا هم خانه مربوط شهرداری باشد. اگر یکی از اعضای نزدیک خانواده شما در نیوزیلند زندگی می کنند، خانه برای شما در همان شهر داده خواهد شد. ممکن است دادن خانه در همان شهری که اقارب یا دوستان شما زندگی می کنند امکان پذیر نباشد که این بستگی به موجودیت مسکن دارد. در مدتی که در مرکز استقرار پناهندگان منگری به سر میبرید، به شما درباره حقوق و مسئولیت‌های شما من حیث یک کرایه‌نشین معلومات ارائه خواهد شد. شما برای کرایه یک منزل باید یک سند را به نام اجاره‌نامه امضا کنید. این یک قرارداد بین شما و صاحب خانه میباشد. تا زمانی که درست نفهمیدید، اجاره‌نامه را امضا نکنید. در مدت زمانی که شما در آن خانه زندگی میکنید، صاحب خانه اجازه دارد که خانه را بازرسی کند تا منزل پاک باشد و صدمه ندیده باشد. این قانون بالای همه تطبیق می شود. کرایه‌تان را به موقع پرداخت کنید تا سابقه کرایه نشینیتان خوب باشد. اگر در منزل قبلیتان مشکلی ایجاد کرده باشید، پیدا کردن یک خانه کرایه دیگر برایتان مشکل تر خواهد شد. خانه ها در نیوزیلند دارای زنگ هشدار دود هستند که وقتی در خانه دود ایجاد شود، زنگ می زنند. این آلارم می تواند در صورت وقوع آتش سوزی جان شما را نجات بدهد. هر خانه باید یک زنگ هشدار دود به شکل فعال داشته باشد. اگر آلارم هشدار دود موجود نیست، از صاحب خانه تان بخواهید تا برایتان تهیه کند. بطری های آلارم های هشدار دود را بررسی کنید تا مطمئن شوید که فعال هستند و اگر فعال نیستند، آنها را تبدیل کنید. بیشتر مراقبت های صحی خانوادگی در نیوزیلند توسط دکتر خانوادگی شما که اکثراً به نام جی پی یاد می شود ارائه می گردد. دکتر شما سوابق طبی و بعض مشخصات شخصی شما را خواهد پرسید. اعضای خانواده شما می توانند همان دکتر شما و یا یک دکتر دیگر را انتخاب کنند. همچنین ممکن است یک کارمند صحی جهت مشوره و کمک به شما از منزلتان دیدن کنند. اگر به ترجمان ضرورت دارید، در زمان گرفتن وعده ملاقات با دکتر آن را درخواست کنید. این خدمات ممکن است در آکلند رایگان باشد، در دیگر مناطق کشور رایگان نخواهد بود. ثبت نام نزد یک دکتر رایگان است. این کار موجب کاهش مصارف می شود، چرا که دولت به شما کمک می کند تا قسمت از مصارف را پرداخت کنید. هر بار که نزد دکتر مراجعه می کنید، یک مبلغ فیس خواهید پرداخت. تمام اشخاص باید برای مراجعه به دکتر فیس بپردازند، به استثنای اطفال که در سن مشخص رایگان معاینه می شوند. داشتن کارت خدمات اجتماعی مصارف ملاقات دکتر را کاهش می دهد. سوابق طبی شما در نزد دکترتان نگهداری می شود. اگر به دوسیه‌تان ضرورت دارید، باید کتباً آن را درخواست کنید. خدمات مراقبت از مادران برای خانم‌های حامله رایگان است. وقتی که حامله هستید، می توانید یک راهنمای مراقبت حاملگی را انتخاب کنید تا اکثر مراقبت‌های مادری شما را برای شما ارائه و هماهنگ کند. این کارمند صحی معمولاً یک قابله است که در مدت حاملگی، زایمان و هفته اول عمر نوزاد از شما مراقبت کرده و به شما کمک می کند. اگر به تداوی از سوی متخصص ضرورت دارید، ممکن است دکترتان شما را به یک متخصص معرفی کند. مراقبت‌ها از سوی متخصصین در تمام سیستم صحت عامه به شکل رایگان ارائه می‌شوند، اما شما باید منتظر بمانید. اگر به مشوره عاجل یک متخصص ضرورت دارید، باید فیس پرداخت کنید، مگر آنکه بیمه صحی داشته باشید. اگر یک وضعیت صحی عاجل مانند حمله قلبی یا شکستگی پا داشته باشید، در این صورت باید به بخش عاجل یک شفاخانه مراجعه کنید. شما و یا فامیل شما توسط دکترتان و یا امبولانس به یک بخش عاجل معرفی می شوید و یا شما می توانید مستقیما به این بخش مراجعه کنید. مراجعه به اتاق عاجل شفاخانه ها رایگان است. اگر نمی دانید که جراحت یا بیماری شما چقدر جدی است، با جی پی تان، بخش عاجل صحی منطقه تان و یا خط تلفن صحی برای مشوره تماس بگیرید. معمولاً اشخاصی که در محیط‌های جنگ زده خصومت آمیز بودند و بی خانمان شدند، دچار استرس و ناخوشی می باشند. ممکن است شما نتوانید بخوابید یا روی وظایف روزانه‌تان تمرکز داشته باشید.
اطفال نیز ممکن است خاطرات ناخوشایند در ذهن خود داشته باشند یا تحت تاثیر پریشانی در خانواده قرار بگیرند. آنها ممکن است استرس خود را با خاموشی یا خشم بیش از حد نشان بدهند. خدمات وجود دارد که می تواند به بزرگسالان و خانواده های آنها کمک کند تا این نوع مشکلات خود را برطرف سازند. این خدمات از سوی اشخاص مسلکی که مشوره دهنده هستند ارائه می شود. معلوماتی که شما به آنها ارائه می کنید محرم و محفوظ می باشد. در طی 6 هفته برنامه آشناسازی در منگری یک اداره به نام RAS وجود دارد که شما می توانید درباره مشکلاتی که شما یا خانواده ایتان به آن دچار هستید با این اداره صحبت کنید. ما جدا توصیه می کنیم که این کار را انجام بدهید. وقتی که در اجتماع زندگی دارید ممکن است از سوی دکترتان به بخش خدمات صحت روانی معرفی شوید. دانستن انگلیسی برای زندگی در نیوزیلند لازمی است. آموختن انگلیسی برای پیدا کردن کار و مسائل روزانه زندگی ضروری است. قبل از شمولیت به مکتب، اکثر اطفال 3 تا 5 سال به مراکز تعلیمات ابتدایی کودکان می روند. این دوره به سطح انکشاف فیزیکی، روحی و اجتماعی اطفال کمک می کند و آنها را برای آموزش در مکتب آماده می سازد. این خدمات به نام کودکستان یا کندی و مرکز تفریح یا آمادگی یاد می شوند. نیوزیلند همچنان تعداد گروپ های تفریح برای اطفال زیر سن 5 سال دارد که توسط والدین یا اجتماع ارائه می شود. این خدمات فرصت پیوستن شما به اجتماع جدید و همچنین سرگرمی با اطفالتان را فراهم می کند. با وجود که اکثر اطفال از 5 سالگی به مکتب می روند، تحصیلات در نیوزیلند برای تمام اطفال 6 الی 13 ساله اجباری است. مکاتب دولتی فیس وضع نمی کنند، اما ممکن است از شما درخواست شود که مبلغی را به مکتب کمک کنید. اگر نمی توانید این مبلغ را بپردازید، باید دلیل آن را به مدیر مکتب اطلاع بدهید. شما باید مصارف سیر علمی، کتاب‌های درسی، فیس امتحانات و یونیفرم مکتب را بپردازید. اگر در پرداخت مصارف مکتب مشکل دارید، برای کمک با اداره کار و عواید تماس بگیرید. در مکاتب ابتدایی و متوسطه دولتی، صنف‌های پسران و دختران یکجا است. در بعضی از لیسه‌های دولتی، صنف‌های جدا برای دختران و پسران وجود دارد. اکثر مکاتب در نیوزیلند اطفال را در آموختن انگلیسی کمک می‌کنند. ممکن است مدت زمانی را در بر بگیرد تا اطفال شما خود را با مکتب عیار ساخته و دوستان پیدا کنند. به والدین توصیه می شود تا به اطفال خود در قسمت آموزش آنان کمک کنند و با معلمینشان در مورد پیشرفت تعلیمی آنها صحبت کنند. تحصیلات عالی در پوهنتون‌ها، انستیتیوت تکنولوژی، پول تکنیک‌ها، کالج‌های تحصیلی، تعلیمات مخصوص قبایل ماوری و مؤسسات آموزش خصوصی صورت می‌گیرد. کورس‌های تحصیلی به شکل فول تایم و پارت تایم می‌باشد. در اکثر کورس‌ها محصلین در اوقات مختلف سال تحصیلات خود را آغاز می‌کنند. مصارف این کورس‌ها به نوع کورس تفاوت دارد. مؤسسات تحصیلات عالی ممکن است از مهارت لسان انگلیسی شما امتحان بگیرند و یا هم مقررات دیگر شمولیت داشته باشند. قرضه‌های محصلین می تواند در قسمت تأمین مصارف تحصیلاتشان به شما کمک کند. این مصارف از 3 بخش تشکیل شده است: مصارف اجباری، مصارف مربوط به کورس‌ها و مصارف روزانه. شما باید قرضه مخصوص محصلین را دوباره پرداخت کنید. معیشت و تحصیل یک مبلغ هفتوار است که برای کمک به مخارج اعاشه شما در مدت تحصیل فول تایم به شما پرداخت می شود. این کمک پولی نیاز به پرداخت دوباره ندارد. پناهندگان و اعضای خانواده کسانی که وضعیت پناهندگی دریافت کردند و جوازنامه اقامت دائمی دارند می توانند برای دریافت قرضه محصلین درخواست بدهند. سن قانونی برای نوشیدن الکل 18 سالگی است. در وقت خریدن الکل شاید از شما سند برای ثبوت سنتان خواسته شود. استفاده معتدل الکل در نیوزیلند مجاز است. استفاده بیش از حد قابل قبول نیست و می تواند منجر به مشکلات اجتماعی شود. سیگارت کشیدن در داخل تمام اماکن عمومی مثل محل کار، فروشگاه‌ها، شرابخانه‌ها، رستوران‌ها، بس‌ها و قطارهای ریل ممنوع است. اکثر این ساحات با یک لوحه سیگارت نکشید علامت زده شده‌اند.
در اماکن عمومی و محل کار ساحات خارجی مخصوص برای سیگارت کشیدن در نظر گرفته شده است. این ساحات معمولاً با لوحه ساحه سیگارت کشیدن علامت زده شدند. برای رانندگی در نیوزیلند باید یک لایسنس درایوری معتبر داشته باشید. اگر یک لایسنس درایوری خارجی دارید، برای یک سال در نیوزیلند رانندگی کرده میتونید. اگر لایسنس درایوری به لسان انگلیسی نیست، باید قبل از رانندگی لایسنس را توسط یک اداره تصدیق شده به لسان انگلیسی ترجمه کنید. اگر یک لایسنس معتبر نداشته باشید، ممکن است جریمه شوید. اگر می خواهید در نیوزیلند رانندگی را یاد بگیرید، باید قبل از انجام این کار یک لایسنس درایوری از نیوزیلند داشته باشید. رانندگی بدون داشتن یک لایسنس معتبر و برحال در این کشور ممنوع است و این کار جریمه های سنگین را به همراه دارد. شما برای درخواست یک لایسنس درایوری موتر باید حداقل 16 ساله باشید و قبل از شروع یادگیری رانندگی یک لایسنس آموزشی داشته باشید. برای اخذ یک لایسنس موتر باید 3 مرحله را طی کنید. برای معلومات بیشتر درباره طریقه کسب یک لایسنس درایوری در نیوزیلند با اداره ترانسپورت نیوزیلند تماس بگیرید. رانندگی در نیوزیلند ممکن است با شرایط رانندگی در کشور شما بسیار متفاوت باشد. همیشه در طرف دست چپ جاده رانندگی کنید. در اکثر شهرها حد مجاز سرعت 100 کیلومتر در ساعت است، مگر آنکه در یک لوحه دیگر حد دیگر ذکر شده باشد. در شهرها حد مجاز سرعت معمولاً 50 کیلومتر در ساعت است. در صورتی که سرعتتان از حد مجاز زیاد شود، ممکن است جریمه شوید یا لایسنستان گرفته شود. وقتی که یک موتورسیکل یا بایسکل میرانید، باید یک کلاه حفاظتی به سر داشته باشید. اگر کلاه حفاظتی به سر نداشته باشید، پلیس شما را جریمه خواهد کرد. وقت نشستید رانندگی نکنید. اگر می خواهید الکل بنوشید، با یک وسیله دیگر به خانه بروید، به جای این که رانندگی کنید. رانندگی در حالت نشه باعث جراحت خودتان و دیگران از اثر تصادم ترافیکی شده می تواند. رانندگی در حالت نشه با مقدار غیر قانونی الکل عمل جرمی است و از سوی پلیس جریمه شده و مجبور خواهید بود تا به محکمه بروید. درایوران و سرنشینان موتر در سیت مقابل و عقب موتر باید کمربندهای چوکی را ببندند. اگر شما و یا اطفالتان کمربند مسئولیتی بسته نکنید، جریمه خواهید شد. اطفال زیر سن 5 سال باید در یک چوکی مسئولیتی تایید شده مناسب با سن، قد و وزنشان قرار بگیرند. موترها در نیوزیلند باید مطابق با استانداردهای مسئولیتی باشند. اگر موتر شما مسئول باشد، یک جواز مسئولیت یا وارنت آف فتنس برای شما داده می شود. تمام موترهایی که گشت و گذار می کنند باید ثبت راجستر شده باشند. اداره راجستری جایی است که دولت هویت شما را من حیث مالک موتر تایید می کند. شما برای راجستر موترتان باید پول بپردازید. اگر موترتان یک جواز سیر یا سند ثبت نداشته باشد، ممکن است از سوی پلیس جریمه شوید. اگر می خواهید که یک موتر داشته باشید، بهتر است که یک بیمه موتر هم بگیرید. آوردن تمام اعضای خانواده به نیوزیلند همیشه امکان پذیر نیست. فقط اعضای مشخصی از خانواده می توانند بیایند. پیوستن مجدد خانواده تحت برنامه سهمیه پناهندگان محدود به همسر و اطفال وابسته پناهندگان هست که قبلا در نیوزیلند مستقر شدند. نام این اعضای خانواده باید در زمان مصاحبه با اداره مهاجرت نیوزیلند ذکر شده باشد. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان کیس ها را ارجاع می دهد تا در برنامه سهمیه پناهندگان شامل شوند. امیگریشن نیوزیلند از UNHCR درخواست نمی کند که پناهندگان را به نیوزیلند راجع سازند. اگر یکی از اعضای خانواده شما جز پناهندگان هستید و می خواهید که از ارجای آنها به امیگریشن نیوزیلند حمایت کنید، با نزدیکترین دفتر UNHCR آنها تماس بگیرید. همچنین می توانید با دفتر UNHCR در نیوزیلند به این آدرس تماس بگیرید. اگر اعضای خانواده شما واجد شرایط شمولیت در برنامه سهمیه پناهندگان نباشند، ممکن است شما بتوانید که اقامت آنها را در نیوزیلند تحت یک پلیسی دیگر مهاجرت اسپانسر کنید. تضمین برای پیوستن دوباره با اعضای خانواده‌تان بعد از ورود به نیوزیلند وجود ندارد. Merida,
اگر همسر شما طبق سهمیه پناهندگی واجد شرایط آمدن به نیوزیلند نباشد، ممکن است شما بتوانید او را طبق پالیسی زندگی مشترک برای اقامت در نیوزیلند اسپانسر کنید. شما باید ثابت کنید که رابطه شما پایدار، واقعی و مداوم است. اگر شما یک باشنده یا تبعی نیوزیلند هستید، در این صورت والدین شما ممکن است بتوانند برای اقامت دائمی درخواست دهند. اولین کار دفتر مهاجرین بررسی سطح عاید طفل یا همسر اسپانسر کننده در نیوزیلند و وجه مالی خود والدین برای اقامت است. اگر شما خانواده ای دارید که می خواهید به نیوزیلند بیایند، اما در هیچ کتگوری دیگر مهاجرین قرار نمی گیرند، ممکن است آنها واجد شرایط درخواست طبق کتگوری حمایت از خانواده پناهندگان باشند. شما برای اسپانسر کردن یک خانواده باید دارای جواز اقامت دائم من حیث پناهنده باشید. سالانه 300 حق اقامت قابل دسترس است. این پالیسی دارای یک سیستم دوره‌ای است. اولویت به اسپانسرهای رده یک که هیچ یک از اعضای نزدیک خانوادهشان در نیوزیلند نیست و یا به تنهایی مراقب یک خویشاوند خود در نیوزیلند می باشند داده می شود. اگر شما یک اسپانسر موفق تحت برنامه RFSC باشید، خانواده شما برای درخواست اقامت در نیوزیلند دعوت خواهند شد. اسپانسرهای موفق باید تضمین کنند که بعد از ورود خانواده آنها به نیوزیلند مسکن کافی الی 2 سال برای آنها موجود است. اگر نمیتونید از کشور اصلیتان یک پاسپورت بگیرید، اداره مهاجرت نیوزیلند یک تصدیقنامه هویت برای سفر شما صادر خواهد کرد. شما میتونید تا 2 سال بعد از ورود به نیوزیلند از این سند من حیث یک سند هویت استفاده کنید. ما توصیه میکنیم که در طول این 2 سال یک سند هویت دیگر مثل لایسنس درایوری نیوزیلند را اخذ کنید. تصدیقنامه هویت شما فقط میتواند برای سفر شما به نیوزیلند تحت برنامه سهمیه پناهندگان مورد استفاده قرار بگیرد. اگر میخواهید که قبل از درخواست برای اخذ تابعیت نیوزیلند به خارج از نیوزیلند سفر کنید، باید برای دریافت یک سند سفر پناهندگان از سوی وزارت امور داخلی کشور درخواست بدهید. بعد از 5 سال زندگی در نیوزیلند شما میتواند برای سند تابعیت نیوزیلند و بعداً برای اخذ پاسپورت درخواست دهید. نیوزیلند به شما این فرصت را می دهد تا یک زندگی جدید در یک سرزمین جدید را آغاز کنید. رسیدن به این هدف امکان پذیر است. بسیاری از پناهندگان از بسیاری از کشورهای این کار را انجام دادند. زندگی در یک کشور جدید همیشه کار آسان نیست، اما به شما کمک خواهد شد تا به این هدفتان برسید. معلومات بیشتر درباره استقرار در نیوزیلند در وبسایت اداره مهاجرت نیوزیلند موجود است. امیدواریم تا این معلومات برای شما مفید بوده باشد و ما منتظر پذیرایی از شما در نیوزیلند هستیم.